سلام بر پیشوای آزادی خواهان سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی دهد کلیه ها دو عضو کوچک لوبیایی شکل در بدن انسان با رنگ قرمز متمایل به قهوه هستند که در دو طرف ستون مهره ها و پشت شکم قرار دارند. وزن کلیه یک فرد بالغ حدود 113 تا 170 گرم، طول کلیه 11 سانتی متر، عرض آن 6 سانتی متر و ضخامت آن 3 سانتی متر است. کلیه ها از اعضای حیاتی بدن هستند که وظایف متعددی از جمله دفع پسماند و مواد و مایعات اضافی از بدن تصفیه خون و تنظیم فشار خون را بر عهده دارند کم تحرکی زندگی ماشینی و سبک زندگی نادرست از مهمترین مسائلی است که به طور مستقیم با بروز بیماری های کلیوی در ارتباط است آمارها بیانگر آن است که بیش از 500 میلیون نفر در جهان از انواع آسیب‌های کلیوی رنج می‌برند. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران گفته هر سال حدود 2500 نفر بیمار به جمعیت بیماران کلیوی در ایران افزوده می‌شود. 12 دسامبر مصادف با 21 آذر روز جهانی کلیه با شعار سلامت کلیه برای همه در همه جا امشب و در 490 مین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه بیشتر در این زمینه با شما گفتگو می کنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده های محترم هشتگ سوژه در شامگاه چهارشنبه بیستم آذر ماه 1398 از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت عبل فضل العباس علیه السلام از طریق شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم جای شما خالیست در کربلا الله که شما هم به زودی زائر سید و علیه السلام بشید و از نزدیک اون حضرت رو زیارت کنید و اما فردا بیست و یکم ماه که مصادف با, با دوازده همه دسامر هست بیننده های محترم روز جهانی حمایت هما از بیماران کلیوی یا روز جهانی کلیه هست همینطور که مستحضر هستید یکی از اعضای حیاتی بدن کلیه هست که با وزنی حدود 170 گرم و حجمی بسیار کوچک صدها کار در بدن انسان انجام میده که وقتی میخوایم راجع به کلیه صحبت کنیم ناچاریم که از برخی اعضای دیگر بدن هم نام ببریم مثلا دستگاه ادراری ساختمان دستگاه ادراری که کلیه یکی از اعضای ساختمان دستگاه ادراری بدن هست که شامل کلیه حالب مسانه و پیشابراه راه غده فوق کلیوی و دستگاه تناسلی هست که در اکثر بیماری های کلیوی بیماری های مربوط به مسانه یا مجاری ادرار متاسفانه دیده میشه که راجع به اینها امشب صحبت میکنیم و مهمترین نکته ای که هم در روایات اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم اشاره شده و هم در پزشکی امروز از آن یاد می کنند نقش تقضیه و سبک زندگی هست که بسیار مهم هست در پیشگیری از بیماری های کلیوی و نارسایی کلیه نمیدونم شما بیننده های محترم کسی رو دارید در خانواده خودتون در اعضای خانواده خودتون که به سبک قدیم قدیمی ها نه فقط پیر مرد ها و پیر زن ها و مسن ها نه رسم بوده سنت بوده حتی جوانترها قدیم شال به کمر خودشون میبستند مخصوصا در زمستان ها یا به زانوی خودشون که اینها خودشون نتیجهش رو میدیدن در زندگی و چیزیه که در روایات هم سفارش شده پوشاندن کلیه مخصوصا در زمستان که همونطور که خیلی از چیزهای قدیمی و به اصطلاح نستالژی امروزه میبینیم که مد شده انشالله این سنت حسنه هم مد بشه شال بستن مخصوصا در زمستان حالا زیر لباس هر نوعیش که انواع مختلف داره میشه استفاده کرد برای گرم نگه داشتن کلیه که مسئله گرم نگه داشتن کلیه یکی از نکات کلیدی هست در وقتی که میخوایم صحبت کنیم از پیشگیری از نارسایی کلیه و بیماری های کلیوی باید به فکر گرم کردن کلیه باشیم که هم در طب اسلامی و هم در طب و پزشکی امروز از آن دارند به این مطلب که در سبک تغذیه و رژیم غذایی چه غذاهای انسان میل کنه و چه نکاتی رو رعایت کنه که مخصوصا در زمستان کلیه ها گرم بماند و چربی دور کلیه که بسیار بسیار کار مهمی و محافظت از کلیه رو داره نکات بسیار شاید ساده ای باشه رعایت کردنش ولی به قول امروزی ها میگن که در حوصله ما نیست رعایت کردن این موارد که عرض می کنم نکات بسیار ساده است رعایت کردنش فقط مستلزم اینه که سبک زندگی تغییر کنه یعنی خانواده پدر خانواده مادر خانواده مخصوصا تصمیم بگیرند به تغییر سبک زندگی یکی از نکات بسیار مهمی که در اکثر مقاله های پزشکی هم به اون اشاره شده این هست که مصرف بیش از اندازه غذاهای سرخ کردنی و چرب در دراز مدت به طور مستقیم در بروز بیماری ها و نارسایی‌های های کلیه دخالت داره و مشکلات فراوانی رو میتونه به وجود بیاره خب این یک مسئله است که به سبک زندگی امروزی برمیگرده وقتی خانم از سر کار بر با عجله یک غذای سرخ کردنی خیلی سریعی میخواد آماده کنه خب این نتیجهش این میشه که امروزه متاسفانه سبک زندگی ها تغییر کرده مثال های مختلفی هست براش که نمیخوام واردش بشم اما باید نقش تقضیه و سبک زندگی رو جدی بگیریم در پیشگیری از بیماری های کلیوی که همیشه پیشگیری مهمتر از درمان هست راه های محافظت از کلیه رو باید بلد باشیم و به دیگران هم بیاموزیم به, اطراف، به اطرافیانمون به اعضای خانوادمون بیاموزیم و مخصوصا جوانترها و نوجوانها که از سنین نوجوانی که مطالعه کنید برخی از نارسایه های کلیه مخصوص نوجوانان هست یا اینکه اگر نگیم مخصوص نوجوانان آماری که داده میشه 60 درصد از برخی از نارسایی های کلیه رو میگن که فقط در سنین نوجوانی بهش مبتلا میشن خب این بسیار حائز اهمیت هست که به نوجوانان خودمون حتی آموزش بدیم راهای مراقبت از بدن و مخصوصا مراقبت از کلیه مخصوصا در چنین فصلی در زمستان که بسیار بسیار مهم هست در روایات اهل بیت اسمت و تهارت علیه سلام نکات بسیار فراوان و بسیار مهمی اشاره شده که خدمتتون عرض می کنم امشب دوست دارم که قبلش راجع به پیشگیری ها صحبت کنیم اشاره کردم به چربی دور, کلیه, کلیه که نقش محافظتی از کلیه رو یکی از کارهایی که انجام میده این هست در طب و میبینیم که حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و میفرمایند که حمام رفتن خوب دقت کنید اینه که عرض میکنم به سبک زندگی باید تغییر کنه حمام رفتن دوش گرفتن هر روز باعث چاقی و گوشت آوردن بدن و هر روز حمام رفتن از خواهی میکنم حمام رفتن هر روز باعث چاقی و گوشت آوردن بدن و بله من برعکس عرض کردم خدمتتون یک روز در میان حمام رفتن باعث چاقی و گوشت بدن رو زیاد میکنه و هر روز حمام رفتن پیه ها و چربی اطراف کلیه رو از بین میبره و آب میکنه که کسانی که اتاق فرمان من صداتون رو واضح ندارم اصلا در این زمینه حتی روایات اهل بیت علیه السلام به این نکات بسیار ظریف اشاره میکنند که برای چربی اطراف کلیه برای حفظش برای مراقبتش چه باید کرد که همان شال بستن و گرم نگه داشتن کلیه یکی از راه است که باعث محافظت از پیه و چربی اطراف کلیه میشه راجع به خوراکیجات یا دمنوش ها یا داروهای گیاهی و خوراکی ها تقضیه که در طب اسلامی بهش سفارش شده در طب الرضا در طب صادق و دیگر احادیث اهل بیت علیهم السلام که فقط منحصر به طب الرضا و طب صادق نیست امیر سلام الله علیه سید و شهده، امام حسن مشتبه دیگر اهل بیت علیه مسلم پیامبر خدا همگی راجع به این مسائل طبی فرمایشات فراوانی دارند که کسانی که رعایت می کنند نتیجهش رو در زندگی خودشون می رعایت این مسائل مخصوصا در موارد پیشگیری و مراقبتی نتیجهش رو انسان خودش می یکی از مسائلی که هست راجع به کلیه و با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با نوشیدن آب داره بسیاری از نارسایی های کلیه این رو هم خدمتون عرض کنم که در آمارها میبینیم راجع به کشور ایران متاسفانه آمارها نشون میده که بیشترین تعداد بیماران کلیوی در استانهای جنوبی کشور ایران هست چرا؟ دلیلش شرایط آب و هوایی و آب شرب غیر بهداشتی در این مناطق هست که باعث شده تعداد بیماران کلیوی در جنوب کشور ایران متاسفانه نسبت به سایر مناطق ایران بیشتر بشه و مسئله ای که هست الان امروزه برخی از کشورها که میبینیم فعالیت و اقدام انجام دادن برای کنترل روند رو به افزایش بیماری های کلیوی و نارسایی های کلیه که متاسفانه در ایران اینگونه نیست و آماری که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم در هر سال 2500 نفر به بیماران کلیوی در ایران اضافه میشن که امیدواریم با تمهیدات صحیح و فرهنگسازی صحیح انشاءالله این آمار روز به روز کمتر بشه و انشاءالله بیماران کلیوی در ایران هم آمارشون کمتر بشه ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران و مخصوصا بیماران کلیوی بیمارانی که دست و پنجه نرم میکنند با انواع اقسام نارسایی های کلیه بیماران دیالیزی که واقعا شرایط بسیار سختی رو مخصوصا در ایران سپری می کنند با توجه به وضعیت اقتصادی و هزینه های درمان بالای راجع به بیماران کلیوی و دیالیزی انشاءالله که خدای متعال لطف کنه به همه ما و مخصوصا بیماران کلیوی انشاءالله به زودی سلامتیشون رو به دست بیارن با سلام و درود به شما درمان تمام دردهای های کلیه ها در طب اسلامی به نقل از استاد تبریزیان از احادیث متواتر و طب رضا علیه ما سلام اینجور نقل کردند که خوردن زنیان و مغز گردو به صورت پود شده به اندازه مساوی با هم هر شب دو قاشق غذاخوری تا مدت دو هفته یا بیشتر ضرری نداره برای گرم کردن و سلامت کلیه ها و دفع تمام دردهای کلیه کاملا داروی مسلم و سودآور و شفا بخشی هستش آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان و معتقدین به اسلامی که بهترین طب تشکر میکنم از آقای فرهاد که نظرشون رو به صورت ویس ارسال کردند و راجع به مطالعاتی که در این زمینه داشتند صحبت کردند. ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون بالا، بیماری های عفونی و ویروسی مانند گلودرد های چرکی و حتی چاقی می باعث بیماری های دستگاه کلیه و مجاری ادرار بشه این نکته بسیار حائز اهمیت هست بیننده های محترم که برخی از بیماری ها و نشانه ها و علائم غیر مستقیم به نارسایی کلی مربوط میشه و اگر اه کسانی اه زود اقدام نکنن و متوجه نشند متاسفانه به مراحلی میرسند که دیگر کلی از کار میافتد علائم و نشانه ها و مواردی که هشدار دهنده هست برای اختلال های کلیوی رو خدمتتون عرض کنم که باید جدی گرفت این علائم ها و نشانه های هشدار دهنده باید جدی گرفت و حتما اقدام کرد برای درمان چند مورد از مهمترین مواردش رو خدمتون ارز کنم اضافه وزن ناگهانی یا ورم کردن صورت و پا احساس درد بعد از ادرار تخلیه ناکامل ادرار کوتاه شدن فواصل ادرار کردن که معمولا میگن کمتر از دو ساعت به تکرار ادرار گفته میشه تغییر رنگ بو و حجم ادرار قطع و وصل شدن ادرار سختی دفع ادرار سوزش و ادرار قطر قطره وجود درد در پهلوها اینها از حشد... علائم هشدار دهنده هست که حتما باید جدی گرفت و اقدام کرد آزمایش های مربوطه را انجام داد آقای هادی از تهران با ما هستن سلام کنم به شما سلام علیکم وقتتون بخیر آقای. وقت حادی. شما بخیر متشکرم بفرمایید نظرتون که... رو که... انشالله که معید و محصور باشید برنامه بسیار جالبی دارید خسته نباشید آموزنده است انجام وزیفه میکنید خواستم از, استف... از فرصت استفاده بکنم نوه ده ساله‌ای دارم که دو روز پیش پیوند کلیه شده خدا و آفیتشون بده بخواستم از حضور حضرتالی و بیننده های خوبتون دعا به نوم و برای بقیه بچه‌هایی که همسین ایشون هستن الهی آمین این عمل رو انجام دادن برای بهدودی کاملش خب حالا که صحبت راجع به کودک ده ساله که نوه شما فرمودید که پیوند کلی انجام داده امکانش هست بفرمایید که چی شد که منجر به پیوند کلی شد بیماری ایشون مادرزادی بود نارسایی کلیشون مادرزادی نبود خیر بر اساس آرزه ای چهار سال پیش این اتفاق افتاد و در تمام این مدت روز دیالیز و زندگی بسیار سختی داشتن با بله. دا اینکه هر حال زمان و منجر به پیوند گلیش خب با توجه به اینکه خودتون از نزدیک دارید حالا هم مشاهده می هم لمس می کنید رنج هایی که این کودک ده ساله کشیده در طول این سالها به خاطر نارسایی کلیه و منجر به پیوند کلیه شده چه توصیه هایی دارید برای بیننده های محترم که کودکان و نوجوانان خودشون رو محافظت کنن پیشگیری کنن از بیماری های کلیوی یاد برنامه غذایی مثل غذاهایی که الان مد شده مرجوم هست فسفود ها نخوردن مایات و مراقبت نکردن و تحت نظر نداشتن بچه ها علل خصوص و اینکه هر چیزی رو میلشون بکشه میل بکنن به بررسی اینکه عواقبی براشون داشته باشه این مهمترین آمه و... و... حتی از خودمان هم رژیم غذایی منزل رو تغییر دادیم یعنی کلا فرض بفرمایید موادی که مضر هست از برنامه غذایی خودمون هم حذف کردیم فکر می‌کنم رعایت این مطالب همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید راهکار بسیار خوبی باشه خب اگر امکانش هست برای بیننده ها هم تجربه خودتون رو از تغییر سبک زندگی و مخصوصا رژیم غذاییتون بفرمایید به ویژه اینکه از توصیه های و رژیم غذایی طب اسلامی چه اطلاعاتی دارید در این زمینه ارزم به خدمتتون که ما کلا نمک رو از برنامه غذاییمون حذف کردیم فسفود ها رو حذف کردیم نوشابه های گازدار رو حذف کردیم مد... درسته که عاملش بیماری نوم بود ولی استفاده شو خود ما هم داریم میبریم غذای سالم و غذای فزفود رو حذف کردیم صرفا غذاهایی که سفارش شده از نظر سلامتی و بهداشت سعی میکنیم که از اونها استفاده بکنیم احسنتم تشکر میکنم از تماستون آقای هادی از تهران با ما بودن که نظرشون رو راجع به سوژه امشب دیدید و شنیدید البته راجع به نمک بیننده های محترم این مطلب رو عرض کنم که حذف کامل نمک از سبد غذایی کار صحیحی نیست و اون چه هست استفاده از نمک سالم هست نه نمک هایی که صرف تبلیغات مد میشه و نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که چه نوع نمکی و چگونه چند سال قبل مثلا در کشور ایران مصرفش رایت شد، پشت پرده هاش چه بود، چه کسانی سود میبردند از استفاده مردم از این نوع نمک مخصوص اون چه که هست نمک سالم نمک مخصوصا دریایی باید جزو سبد غذایی انسان باشه و مثل مصرف چربی ها و دیگر موارد خب مسلما نمک هم زیاده روی در مصرفش تبعات خاص خودش رو داره ولی این نکته رو میخواستم ارز کنم که حذف نمک از سبد غذایی زندگی و غذاها کار صحیحی نیست <تص> کسانی هستند بیننده های محترم که در اطرافیان و اعضای خانوادهشون به صورت ژنتیکی سابقه بیماری های کلیوی دارند یا کسانی که سابقه کلیه سنگ ساز دارند اینها بیشتر باید خود مراقبتی داشته باشند بیشتر باید این موارد پیشگیرانه رو رعایت کنند که خدای کرده اونها هم دچار نارسایی کلیه نشن و مصرف برخی از غذاها رو باید به حد اقل برسونند خوب دقت کنید بینندگان های محترم خاصه کسانی عرض میکنم که در نزدیکان و اطرافیانشون کسانی را دارند که بیماری کلیوی دارند به صورت ژنتیکی و ارسی مصرف بسیار زیاد و بی رویه اسفناج، توت فرنگی، چای، شکلات، بادام زمینی و سبوس گندم در افراد مستعد افراد مستعد، افرادی که به صورت ژنتیکی کلیه سنگ ساز دارند یا بیماری های نارسایی کلیه دارند باعث ایجاد سنگ در کلیه یا مسانه آنها میشه که باز هم تکرار میکنم و باز هم تاکید میکنم این موارد رعایتش برای افراد مستعد هست که باید بسیار کمتر مصرف کنند این کلیه ای که عرض کردم دو عضو کوچک در بدن هست حدود 170 گرم وزن داره میتونه همین عضو کوچک مسبب بیماری های بسیار زیاد و خطرناکی برای انسان بشه که میلیون ها نفر در دنیا سالانه جان خودشون رو به خاطر این بیماری ها از دست میدن فشار خون بالا بیماری های قلبی و عروقی و چاقی از دیگر عواملی هستند که باعث سخت شدن دیواره عروق کلیه شده و در نتیجه باعث بیماری های مزمن کلیه می شوند پس کسانی که فشار خون دارند کسانی که دیابتی هستند مخصوصا کسانی که وزن بالایی دارند چاق هستند حتما باید آزمایش های لازمه را انجام بدند حداقل هر شش ماه یک بار یا سال یک بار انجام بدن و این افراد مبتلا شدن به میماری های کلیوی درشون بسیار سریعتر انجام میشه بیماری های عروق کلیه از بیماری های شایع هست که شامل بیماری هایی میشه که ساختمان گلومرول های کلیه آسیب میبینه و مهمترین نوع این بیماری التهاب عروق کلیه هست که دو شکل حاد و مزمن داره و به صورت تخصصی میتونید مطالب مربوطش رو مطالعه کنید که علائمی هم دارد دفع پروتئین از ادرار مهمترین علائمش هست یا ادرار خونی که نکته ای باید عرض کنم اینجا راجع به ادرار خونی همیشه قابل مشاهده نیست و برخی از انواع ادرارهای خونی فقط در آزمایش نشان داده میشه این نیست که انسان خودش چک کنه و بگه که نه من ادرارم خونی نبود حتما باید هر شش ماه یک بار آزمایش انجام بدید زیرا برخی از انواع خون در ادرارها اصلا قابل مشاهده نیستند تورم پا یا صورت که تجمع بیش از حد آب زیر پوست هست افزایش فشار خون و کاهش مقدار ادرار علائم بالینی این نوع بیماری کلیوی که مربوط به عروق کلیه میشه ببینید بیننده های محترم عفونت بیتحرکی نگه داشتن ادرار این رو خدمتون عرض کنم حبس ادرار هم در روایات نهی شده و هم در علم پزشکی که مخصوصا خانواده ها راجع به کودکان خودشون باید مراقب باشند. حبس ادرار در کودکان یقینا در آینده ای دور یا نزدیک به بیماری‌های کلیوی منجر میشه. به هر نحوی که هست باید کودکان رو آزمایش داد باید آموزش داد به کودکان راجع به حبس کردن ادرار راجع به سنگ کلیه که متاسفانه یکی از بیماری های شایع کلیوی هست که هم سنگ کلیه هم سنگ مستانه راجع به سنگ کلیه ارز کنم که بسیاری از این مواردی که ارز کردم راجع به سنگ کلیه و تشکیل شن یا سنگ در کلیه مؤثر هست افونت های مختلف و پیگیری نکردن مسئله مهم اینجا هست که متاسفانه برخی افراد عفونت در دستگاه تناسلی یا ادراری خودشون رو میدانند می ولی پیگیری نمی کنند میگن خوب میشه یا عفونت های مربوطه بی تحرکی و نگه داشتن ادرار مصرف بی رویه کلسیوم خصوصا مادرانی که دلسوزانه میخوان به فرزندان خودشون کلسیوم بدند حتما باید تحت نظارت پزشک باشه و بیماریهایی مانند نقرس کسی اگر نقرس داره حتما باید راجع به سنگ کلیه هم آزمایش بده و علائم شایع سنگ کلیه همونطور که مستحضر هستید درد شدید هست و این درد شدید در برخی از موارد منجر میشه به دردی غیر قابل تحمل یک نکته بسیار مهمی که معمولا در مقاله ها هم توصیه میکنن پزشکان متخصص این هست که کسی اگر سنگ کلیه احساس کرد داره یعنی درد داشته در قسمت کلیه خودش و این درد آروم میشه چند روز آروم میشه یا مدت یا ممکنه حتی یک هفته آروم بشه نگه که من خیالم راحت شد سنگی بود و دفع شد یا شن بود و دف شد تا زمانی که صد درصد یقین نکردید دفع شده آرام شدن درد به معنای از بین رفتن یا دفع شدن سنگ نیست این بسیار حائز اهمیت هست چرا؟ چون ممکنه که سنگی در کلیه بوده و پس از چند روز پس از مدتی حرکت کرده باشه و به لوله حالب رسیده باشه که یکی از دردناکترین مراحل سنگ کلیه رسیدن سنگ به لوله حالب هست که امیدوارم هیچ وقت تجربه نکنید ولی کسانی که تجربه کردند متوجه هستند که چی ارز کنم بسیار بسیار درد کشنده ای دارد که حتی در بعضی از موارد منجر به بیهوشی افراد میشه از شدت درد وقتی که سنگ به لوله حالب برسه به خدا پناه میبریم الله که همگی شما بیننده های محترم از انواع و اقسام بیماری ها در امان باشید مخصوصا برای بیماران کلیوی دعا کنید بیننده های محترم هر جا که هستید مخصوصا کسانی که گرفتار مسائل مربوط به دیالیز هستند عرض کردم نمیخوام واردش بشم الان هم واردش نمیشم خودتون ببینید اعداد و ارقامی که در مورد کشور ایران هست راجع به تخت های دیالیز که عمر مفیدش چقدر بوده و چه میزان از تخت های دیالیز دو سه برابر یا برخی اعداد و ارقام بیانگر این هست که پنج برابر و هفت برابر عمر مفیدش کار کرده و چقدر نیاز هست به جایگزین کردن تخت دیالیز که یکی از مسئولین مدتی قبل گفته بود که اگر جایگزین نشه تمام تخت ها و اگر ارز کنم که روند روبه به افزایش بیماری های کلیوی تمهیدی براش اندیشیده نشود در چند ساله آینده تمامی تخت های تمامی بیمارستان ها رو باید اختصاص بدیم به بیماران کلیوی و دیالیزی این گونه صحبت ها و این گونه آمار ها بسیار وحشتناک هست دعا کنیم برای کسانی که مخصوصا علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری کلیوی و دیالیز شدن مشکلات اقتصادی که بر اونها تحمیل میشه رو هم باید تحمل کنند و یکی از مهمترین نکات بیننده های محترم پیشگیری هست این نکاتی که در مقاله ها نوشته شده نکاتی که ما در این برنامه عرض می کنیم و آیات و روایاتی که در این زمینه از تب رضا و تب صادق ان ارز عرض می کنیم، بسیار حائز اهمیت هست برای پیشگیری و مراقبت و محافظت از کلیه خودمون سلام خسته نباشید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین میخواستم نظر خودم رو راجعه به بحث امشب و سوژه یه مقداری از وقتتون رو بگیرم و نظر خودم رو به حضورتون ارز کنم عوامل عواملی که سبب افزایش خطر ابتلا به عفونت کلیه می شوند عبارتند از مشکل در سیستم ایمنی به علت دیابت، ایدز و عوارض جانبی برخی از درمان ها مشکل سنگ کلیه و یا هر شرایطی که سبب بلوکی شدن جریان خون در کلیه ها شود و علائم رایج عفونت کلیه ها عبارتند از درد در, در پشت شکم درد ببخشید درد در پشت کمر درد شکمی حالت تهوع استفراغ تب درد یا سوزش هنگام در موقع ادرار و تغییر در رنگ ادرار بهتر وقتی این علائم رو در بهتره که وقتی این علائم رو در خودمون میبینیم به پزشک متخصص مراجعه کنیم یا اگه کودکان یا فرزندانمون این علائم رو به ما میگن و پیشگیری برای اینکه مبتلا به این ناراحتی و درد کلیه نشیم عبارتند از خب باید کلیه ها رو گرم نگه, داشت تحرک, تحرک زیاد و خوردن مایعات سالم بدون خوردن نوشا... نوشابه های گازدار مثلا منظورم اینه که نوشابه های گازدار نباید خورد آب بسیار مؤثره و سبزیجات آب سبزیجات سالم آب میوه سالم آب میوه های مختلف سالم مثلا مثل آب خوردن حداقل 8 تا 10 لیوان در روز یک تا دو لیوان آب نارگیل یا آب لیمو در روز آب میوه های دیگر و آب سبزیجات تازه به صورت روزانه آب زغلخته که فصلشه بعد خوردن ماست شیری نشده که حاوی آنتی اکسیدان ها و پروبیوتیک ها هست که میتواند به درمان عفونت کلیه کمک بکنه ریشه گل ختمی ماشملا که تو پرانتز باید بگم اینو رو به روش آب جعفری ترکیه سیب طبیعی ارگانیک خوردن سیر سیب و خیلی چیزهای دیگه هستش که میتونیم با رفتن پیش متخصص و پزشک و یا حتی پزشکانی که هوموپتیش هستن که همین مال تبل ایمو طبیعی هستن از اونها کمک گرفت برای چطور خوردن و درست مصرف کردن و چه مقدار مصرف کردن و در کتاب معصومین در کتاب طب اعیمه ما میخونیم که در صفحه 251 امام جعفر صادق علیه السلام فرمائند که خوردن ترپس ویژگی دارد که من یکی از ویژگی هاشو میگم که مربوط میشه به سوژه امشب ما که تروب تروب سیاه یا تروب سفید یا هر تروبی که به مراتب تروب سیاه خب درمانش بیشتر از آن یکی تروب هاست که تروب ادرار را رو روان می سازد که برای کلی ها بسیار مفید است من خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار مفیدتون و خسته نباشید میگم التماس دعا دارم و برای اطلاع بیشتر بینندگان عزیز میتونن به متخصصین مراجعه کنند و یا خودشون سرچ کنند و دنبالش بگردن و تحقیق کنند و بیشتر میتونن به این مسائل که خیلی مفید در مورد کلیه بهش دسترسی پیدا کنن التماس دعا دارم یا علی مدد تشکر میکنم از سرکار خانم معصومه که نظر خودشون رو به صورت وایس ارسال کردن به مطالب مهم و کلیدی هم اشاره کردند ارز کنم خدمت شما بیننده های محترم که الان میخوام نکاتی رو ارز کنم درسته که هم سرکار خانم معصومه از اوتریش بدان کردن و هم همه متخصصان سفارش میکنند که حتماً کسانی که نارسایی کلیه دچار میشن و مبتلا میشن به پزشک متخصص باید مراجعه کنن آزمایش های لازمی را انجام بدن در این حرفی نیست اما سخن ما برای پیشگیری هست بینندگان محترم مخصوصا با توجه به هزینه های بالای درمان بیماری های کلیوی برای پیشگیری یک سری امور بسیار ساده هست که با تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی مناسب میتونیم از اون هزینه ها پیشگیری کنیم و نیازی به مراجعه به پزشک و اینجور صحبت ها نداشته باشیم هم در روایات تب الرضا و تب صادق اشاره شده و هم علم پزشکی امروز بیان میکنه که یک فرد سالم و بزرگسال یعنی بالای 25 سال در طول شبانه روز باید دو لیتر ادرار دفع کنه که تحقق این مهم نیازمند مصرف 8 لیوان آب در 24 ساعت هست خدمتون ارز کنم که چیزی که از مجموع روایات به دست میاد این که این هشت لیوان آب رو بهتر انسان چهار لیوان آب مصرف کنه و چهار لیوان آب جوشیده ولرم شده آب جوشیده ای که چند دقیقه میگذارید چهار پنج دقیقه بگذارید حالت ولرم پیدا میکنه این هشت لیوان آبی که انسان میخواد در 24 ساعت بخوره چهار لیوانش حتما آب جوشیده ولرم شده باشه که در طب و صادق مسئله مهم هست مسئله مهم این هست که نوشیدن آب، نحوه نوشیدن آب که این هم باز به تغییر سبک زندگی برمیگرده بسیار مهم هست که نوشیدن آب باید به حالت مکیدن باشه حالا انواع و اقسام روش هایی که انسان های مختلف برای نوشیدن آب دارند رو بذارید کنار نوشیدن آب باید به حالت مکیدن باشه مخصوصا برای کبد و بیماری های کلیوی بسیار بسیار پیشگیری میکنه از بروز بیماری های کلیه و کبد و حتی امکان استفاده نکردن از آب سرد و آب بسیار خنک راجعه به کبد هم بسیار مزر هست و وقتی که راجع به نوشیدن آب صحبت می کنیم که هشت لیوان آب در 24 ساعت باید نوشیده بشه ممکنه به ذهن بعضی از بیننده های محترم بیاد که خب ما بسیار نوشیدنی های مختلفی در طول شبانه روز میل می کنیم که نیاز بدن ما رو به آب جایگزین می کنه و تأمین می کنه که این اصلا صحیح نیست هیچ نوشیدنی دانی جای آب رو نمیگیره یعنی شما چای میل میکنید قهوه انواع نوشابه ها هر چیزی که میل میکنید به جای خود هشت لیوان آب حتما در طول 24 ساعت باید میل کنید راجع به کلیه هایی که سنگ درشون هست یا شن درشون هست خب روش هایی که با تکنولوژی روز امروزه سنگ شکنی می کنند در بیمارستان ها اشعه ها خب خود دکترها و پزشک های متخصص هم بیان می کنند که به مرور زمان بسیار مزر هست برای کلیه و برای بدن مخصوصا کسانی که چند بار سنگ شکنی را تکرار بکنند بسیار مزر هست و ما میتونیم پیشگیری کنیم از ایجاد سنگ و از تغذیه مناسبی که در طب و و طب صادق سفارش کردن برای سنگ شکن استفاده کنیم بسیاری از چیزهایی است که خدای متعال خلق کرده سنگ شکن طبیعی هستند بدون صرف هزینه بدون تحمل هیچ ضرری سنگ شکن طبیعی هستند که یکی از مهمترین سنگ شکنهای طبیعی در روایات که الرضا و صادق هم اشاره می سیاهدانه سیاه دانه هست بیننده های محترم یک سنگ شکن طبیعی بسیار بسیار مؤثر یک قاشق مرباخوری سیاهدانه، خوب دقت کنید یک قاشق مرباخوری سیاهدانه رو به تنهایی بعضی نمیتونن به تنهایی میل کنن یا به همراه اصل میل کنید در طول چند روز اثرش رو خواهید دید سنگ شکن طبیعی هست و عرقیجات مختلفی برای کار سنگ شکنی توصیه شده که عرق خارخاسک، خارشوتور و برخی دیگر از عرقیجات سفارش شده که سیاه دانه رو که عرض کردم سنگ شکن طبیعی هست نه فقط برای کلیه بلکه هم سنگ در کلیه هم سنگ در مسانه و هم سنگ در سفرا رو انواع و اقسام سنگ ها رو میشکنه و دفع میکنه یکی دیگه از مسائل بسیار مهمی که در طب رضا و طب و صادق و در تقضیه اسلامی سفارش میشه راجع به سنگ شکن طبیعی خربوزه رسیده شیرین هست که از خربوزه غیر ارگانیک داریم صحبت میکنیم و مخصوصا در طب اسلامی سفارش میشه اون خربوزه های کوچک بسیار شیرین که حالا به خربوزه مشهدی شاید معروف باشه و سفارش شده که اگر کسی میتواند این خربوزه شیرین رسیده را به همراه پوست میل کنه اگر نمیتواند با پوست مخلوط کنه و بخوره یا حتی سوپی تهیه کنه که هم برای سنگ شکنی و هم برای باز کردن پروستات بسیار مهم هست در طب الرضا و طب صادق روایات میفرمایند که در سیاه دانه درمان هزار بیماری هست و بیننده های محترم ارز کنم حتی پزشکان اروپایی مقاله هایی در این زمین که تا کنون 400 نوع بیماری درمان 409 بیماری با سیاه دانه ثبت شده که در پزشکی امروزه هم حتی به دانه شفابخش معروف هست سیاه دانه آب تروب سیاه یا جوهر تروب سیاه در سه دفعه مصرف کردن سنگ شکن طبیعی هست تمر هندی ترش در آب گذاشته بشه و سپس مصرف بشه یا یک نکته بسیار بسیار مؤثر دیگر زردچوبه با روغن زیتون این تمام مطالبی است که در تغذیه اسلامی و طب اسلامی بهش سفارش شده زرد شوبه با روغن زیتون یک قاشق چاهای خوری در 24 ساعت سنگ رو نرم میکنه و دفعش هم بدون درد خواهد بود خوب دقت کنید بیننده های محترم زرد شوبه با روغن زیتون یا در تب صادق میفرماید که سیاهدانه یک هفته صبح ها با اصل میل بشه یا پودر سیاهدانه با روغن زیتون مخلوط بشه و روی کلیه گذاشته بشه پودر سیاهدانه با روغن زیتون به شکل زمادی در میاد و روی کلیه گذاشته بشه و برای هر درد مفصلی این زماد رو سفارش میکنن که استفاده بشه و روایت در این زمینه بسیار زیاد هست خوردن گردو مخصوصا در زمستان باعث گرم شدن کلیه ها میشه و سنجد، هویج و مغز گردو به همراه زنیان باعث گرم شدن ببینید بیننده های محترم در مسئله پیشگیری گرم کردن کلیه و محافظت از لایه چربی دور کلیه بسیار بسیار حائز اهمیت هست الله که شاد و پیروز باشید و سلامت باشید با آرزوی سلامتی برای همه شما بیننده های محترم تا برنامه بعد خدا نگهدار شما یا علی